سوال بعدی میگه در شکل زیر خط دی در نقطه B بر بیزی مماسه. این خط بر بیزی چیه؟ مماسه. خب این زاویه هم داده 45، اینم که 90. خب طبعا این زاویه هم با چقدر بشه بچه‌ها؟ 45 بشه. یعنی این مثلث ما غیر از اینکه قائم الزاویه هست، در واقع متساوی الساقین هم هستش. خب اجازه بفرمایید. طول قطر کوچک یعنی 2b میشه 4، پس b به دست میاد 2 بچه‌ها، و قطر بزرگ یعنی 2a میشه 4 رادیکال 2، یعنی a هم به دست میاد 2 رادیکال 2. راستی بچه‌ها اگر ما فاصله کانونی یعنی 2c رو بخوایم، میدونیم که A2 مساویه با B2 به علاوه C2. طبعا A2 میشه 4 دوتا 8 تا، B2 هم که 4 هست، از اینجا C2 هم 4 به دست میاد، پس C هم در این سوال 2 شده و استثناء هم B و C با هم برابرن. اما بریم خود سوال رو تحلیل بکنیم، ببینیم طراح چی میخواد. میگه مقدار عادی به AF. عزیزانم دقت کنن، عادی به AF رو از ما میخواد. راستی بچه ها AF این تیک است که در واقع همیشه یادش به خیر میگفتیم فاصله کانون تا دورترین نقطه بیزی A به علاوه C هست. این تیکه همیشه چی بود بچه ها؟ A منهای C بود عزیزای من، یادش به خیر. خب A رم داریم، C رم داریم، خب کاری نداره که به دست میاد دیگه، میشه A یعنی 2 رادیکال 2 منهای C، C هم که یعنی 2 دیگه، پس به دست اومد این تیکه. اما عادی در واقع چی هست؟ عادی این تیکه رو میگن. عزیزان دقت کنن، وقتی این C هست، این B هست، اینم باید B باشه دیگه طبعا. بچه ها این B، این C، این چی میشه بچه ها؟ میشه A در واقع. عزیزان دقت کنن، طبق فیثاغورس این زن میشه رادیکال B2 به علاوه C2 که میشه A. خب وقتی این مثلث ما گفتیم متساوی و ساقینه، پس اینم آ هستش، پس این زل باید برابر چی بشه بچه ها؟ این زل باید برابر بشه با این بیه، این آه، پس این با سی بشه دیگه، درسته بچه ها؟ از طرفی هم که بیوسی با هم برابر هم فرق نمی کنه، اون بی بنویس. پس بچه ها کل این شده چقدر؟ کل این شده در واقع سی، یعنی 2 شده. آقا اجازه میتونیم بگیم بی میشه؟ بله فرق نمی کنه، اونم 2 هستش. پس کلش که 2 هست، باید 2 رو منهای این تیکه AF بکنیم. AF یعنی چی؟ 2 رادیکال 2 منهای 2، پس میشه در واقع کلش یعنی 2 منهای 2 رادیکال 2 منهای 2. عزیزان من دقت کنن، 2 منهای منهای 2 چی میشه؟ میشه 4 منهای 2 رادیکال 2، اینم 2 رادیکال 2 منهای 2. متاسفانه چرس کنم اکثر داوطلب‌ها تا اینجا رو میرسن، حتی با اینکه سوال در واقع سوالی که جرأت میخواد موندن در این سوال، اما داوطلب‌ها تا اینجا میرسن، اینجا به بعد اشتباه میکنن، یعنی میبینن جواب تو گزینه‌ها نیست و تسلیم میشن میرن سوال بعدی، با ناراحتی هم میرن سوال بعدی. در حالی که اگر داوطلب یه خورده دقت کنه اینجا، از 4 اگر من 2 رادیکال 2 رو فاکتور بگیرم، اینجا چی میمونه بچه‌ها؟ میشه رادیکال 2، درسته؟ اینجا میشه منهای 1. دقت بفرمایید، از این یه رادیکال 2 میمونه که ضرب کنیم 2 رادیکال 2 در رادیکال 2 میشه 4، اینم که میشه در واقع 2 رادیکال 2. اینجا اگر من 2 رو فاکتور بگیرم میشه رادیکال 2 منهای 1. عزیزای من این دوتا با هم میرن، 2 رادیکال 2 تقسیم بر 2 میشه رادیکال 2، و پاسخ ما، پاسخ این تست بسیار زیبا، گزینه شماره 4 خواهد بود.